خب حالا برگردیم به مسئله این که کسی که در تینک تنک کار میکنه داره به منافع ملی چه کسی داره خدمت میکنه. خب این حرف اتفاقا بسیار جالب هست، به خاطر اینکه خیلی از کسایی که متهم میکنن این کسانی مثل من رو که مثلا ما ایرانی هستیم ولی در یک تینک تنک آمریکایی کار میکنیم، متهم میکنن به اینکه در خدمت آمریکا هستیم و بنابراین ضد ایرانی هستیم. این آدما اتفاقا کسانی هستن که طرفدار رابطه ایران آمریکا هستن، یعنی کسانی هستن که معتقدن که ایران و آمریکا باید رابطهشون خوب باشه. خب این خیلی عجیبه نه؟ یعنی اگر رابطه ایران و آمریکا معتقد باید خوب باشه، چرا باید معتقد باشیم که کسی که در یک سازمان آمریکایی کار میکنه و به دولت آمریکا توصیه میده ضرورتاً این آدم ضد ایرانی هست؟ اگر ما فکر میکنیم که ایران و آمریکا میتونه رابطهشون خوب باشه، بنابراین نباید فکر کنیم که آمریکا، هر کس در یک نهاد آمریکایی کار میکنه پس ذاتاً با ایران دشمنی داره. ببینید، من دوست دارم راجع به منافع ملی این اسلاید رو نشون در منافع ملی به دلیل اینکه ما حدود یه 100 سالی هست راجع به منافع ملی صحبت میکنیم، یه تصور خاصی از منافع ملی هم داریم. هر کس هم با این تصور ما سازگار نباشه اسمش رو بذاریم خائن، یعنی کلمه خیانت رو همون جوری به کار میبریم که مؤمنان کلمه ارتداد رو به کار میبرن، برای اینکه طرف رو طردش کنیم، نفیش کنیم، اگرم دستمون برسه اعدامش کنیم و البته اعدام هم میکنیم، ترور شخصیت میکنیم. نمیتونیم مثل مؤمنا در حقیقت کسی که مخالف ماست رو مرتد اعلام کنیم و به دار بیاویزیم، ولی میتونیم خائن اسمش رو بگذاریم و در حقیقت ترور شخصیت بکنیم و بسیاری همین کار رو میکنن. ولی اجازه بدیم که من راجع به منافع ملی چند کلمه رو بگم و این چیزی هم که راجع به منافع ملی میگم این درکی است که عموما در غرب وجود داره و در جوامع دموکراتیک وجود داره راجع به منافع ملی، بنابراین چیزی نیست که من نظر شخصی من باشه. چه چیزی رو ما میگه منافع ملی؟ مجموعه قوانین و تصمیمای سیاسی و حقوقی که زندگی عمومی رو نظم و سامان میدند، اینها باید در خدمت منافع همه اشخاصی باشن که تحت حاکمیت دولت زندگی میکنن. یعنی اگر دولتی هست که بر 50 میلیون نفر، بر 70 میلیون نفر سلطه داره، این سلطهش سلطه حقوقیه، سلطهش سلطه سیاسیه، سلطهش سلطه فرهنگیه، بنابراین قوانینی که وضع میکنه، تصمیمهایی که میگیره باید منافع این 50 میلیون نفر رو کاملا تأمین کنه و اون 50 نفر موجه باشه براشون، یعنی برای اون 50 میلیون نفر بتونه توجیه کنه که چرا این تصمیم ها به نفعشون هست. مثلا در مورد ایران، جمهوری اسلامی یک سری قوانینی داره که این قوانین ضد اهل سنت هست. مثلا اهل سنت به دلیل اینکه سنی نیستند نمیتونن بسیاری از مناسب سیاسی و مناسب غیر دولتی رو به دست بگیرن. چرا؟ به دلیل اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی مذهب رسمی کشور مذهب شیعه جعفری اثناعشری است. خب این قانون ضد منافع عمومی است. چرا؟ چون منافع همه شهروندان رو تأمین نمی‌کنه. توجه می‌کنید؟ یا اینکه بسیاری از قوانین در جمهوری اسلامی ضد زن هست، بنابراین اینها ضد منافع عمومی است. چرا؟ چون منافع بخش عظیمی از شهروندان رو که مرد نیستن و زن هستن تأمین نمی‌کنه. منافع عمومی یعنی اون چیزی که اون مجموعه منافعی که در خدمت همه شهروندان یک جامعه است و برای اونها قابل توجیهه. ممکنه یه دیکتاتوری بگه که آقا من اینکه من زنها رو نمیگذارم برن توی ورزشگاه به خاطر خودشونه، ما نمیخوایم خود زنها مثلا بهشون بی احترامی بشه، ولی این برای زنها قابل توجیه نیست، بنابراین منافع اونها رو تأمین نمیکنه. شما باید در نتیجه این حکومت نیست، حالا اینجا بهش خواهم پرداخت،
این حکومت نیست که منافع ملی رو تعریف میکنه، چون حکومت همیشه میتونه تبعیض قائل بشه و مردم ظلم بکنه و بگه این به خاطر شماست، این به خاطر منافع شماست. هیچ حاکم مستبدی نمیگه که آقا من فقط به خاطر اینکه به اصطلاح حس استبداد خودم رو و خودکامگی خودم رو ارضا بکنم به شما ظلم میکنم. همیشه میگه این به مصلحت شماست، به مصلحت شماست که به ولایت فقیه گردن بگذارید، این به مصلحت شماست که ما هرچی میگیم شما گوش بکنید. اما منافع ملی رو دولت‌ها نباید حق انحصاری تعریفش رو داشته باشن، بلکه حالا منافع ملی در حکومت‌های دموکراتیک به نحوی تعریف میشه و در حکومت‌های غیر دموکراتیک به نحو دیگری. در حکومت‌های غیر دموکراتیک منافع ملی تبدیل میشه به مصلحت نظام، یعنی هر چیزی که نظام موجود رو تقویت بکنه، قدرت موجود رو تقویت بکنه، این رو ازش تعبیر میکنن به منافع ملی. یعنی در جمهوری اسلامی مثلا مرزی بین منافع ملی و مصلحت نظام نیست و همین دلیل هم هست که مصلحت نظام به عنوان یک مفهوم و به عنوان یک نهاد، چون مصلحت نظام یک امر انتزاعی نیست در جمهوری اسلامی، یک امر واقعی و عینی است، یعنی هم نهاد داره، هم آقای خامنه ای به عنوان ولی فقیه با تمسک به مصلحت نظام در بسیاری از موارد قانون رو زیر پا میگذاره یا در روند قانونگذاری اخلال میکنه. مرز مصلحت نظام و منافع ملی مشخص نیست، این منافع شهروندانه یا منافع قدرت حاکم هست. نکته دیگه این که تشخیص منافع ملی در جمهوری اسلامی یا در حکومت‌های غیر دموکراتیک در انحصار اقتدارهای غیر دموکراتیک هست، مثل خود آقای خامنه‌ای، حتی مثل نهادهایی مثل شورای نگهبان یا یعنی در سطوح پایین‌تر. شورای نگهبان میگه که منافع ملی اقتضا میکنه که من انتخابات رو اینجوری برگزار کنم یا من نامزدها رو به این شیوه صلاحیت یا عدم صلاحیتشون رو انتخاب کنم. نکته دیگه این هست که حکومت خودش رو تجسم منافع ملی میدونه و هر کس رو که منتقد حکومت باشه به عنوان ضد منافع عمومی تعریف میکنه. یعنی جمهوری اسلامی به عنوان نمونه یک حکومت غیر دموکراتیک، اگر کسی ضد جمهوری اسلامی، فرض کنید ضد جمهوری اسلامی یا منتقد جمهوری اسلامی باشه، نمیگه که این مخالف جمهوری اسلامی هست، میگه این ضد ایرانیه، این ضد منافع ملیه. یعنی انگار که جمهوری اسلامی تجسم مطلق منافع ملیه و هر کس با جمهوری اسلامی مخالف باشه با منافع ملی. اگر شما در ادبیات جمهوری اسلامی نگاه بکنین، روزنامه کیهان رو بخونین، حرفای آقای خامنه‌ای رو بخونین، همیشه از منتقدین جمهوری اسلامی به عنوان آدم‌های ضد ایرانی تعبیر میشه، یا از تصمیم‌گیری‌هایی که غربیا میکنن راجع به ایران که ممکنه 99%ش هم غلط باشه، منتها از این تصمیم‌ها به عنوان تصمیم‌های ضد ایرانی تعبیر میشه، در حالی که بین حکومت و بین منافع ملی فاصله است. حکومت در ایران در تجسم مطلق منافع ملی نیست و هیچ حکومتی در هیچ کجای جهان تجسم منافع ملی نیست. حتی حکومت‌های دموکراتیک ممکن است تصمیم‌هایی بگیرن که منافع ملی رو تهدید بکنه و مخالف منافع ملی باشه، و حتی حکومت‌های غیر دموکراتیک رو، حتی حکومت آمریکا رو، حتی حکومت‌های اروپایی رو شما میتونید از منظر منافع ملی خود اون کشورها نقد کنید و نقد میکنن، و در حقیقت هیچ کس نمیگه آقا شما چرا دولت آقای اوباما، دولت آقای بوش رو نقد میکنید، پس شما ضد آمریکایی هستید. نه، شما میتونید دولت اوباما رو به عنوان یک آمریکایی، به عنوان کسی که منافع ملی آمریکا براش مهم هست، نقد بکنید، و هر دولت دیگری رو، به خاطر اینکه دولت آمریکا نه تجسم منافع ملی آمریکاست و نه یگانه نگهدارنده و پاسبان آن و نه حق انحصاری تعریف منافع ملی رو داره. ولی این در حکومت‌های غیر دموکراتیک صادق نیست.
در حکومت‌های دموکراتیک منافع ملی رو نهادهای دموکراتیک تعریف می‌کنن. نهادهای دموکراتیک یه بخشش نهادهایی هستن که دولتن. خب خود رئیس جمهور یک نهاد دموکراتیکه، پارلمان یک نهاد دموکراتیکه، ولی تنها نهاد دموکراتیک نیست. شما احزاب رو دارین، شما جامعه مدنی رو دارین، شما رسانه ها رو دارین که اینها آزادند و در تعریف مفهوم منافع ملی مشارکت میکنن. مثلا فرض کنید در آمریکا مسئله اصلاح نظام بیمه یا اصلاح نظام بهداشت یه مسئله است که مربوط به منافع ملیه. دولت نمیتونه بگه آقا من چون منافع ملی رو اینجوری تشخیص میدم، بنابراین هر کس با این لایحه اصلاح نظام بیمه مخالفت کنه خلاف منافع ملی عمل کرده. نه، به خاطر اینکه شما آدمای دیگه هم هستن که به شکل دیگه منافع ملی رو تعریف میکنن و میتونن از اون منظر همین لایحه رو نقد بکنن. یک گفتگویی شکل میگیره بین افراد مختلف، بین نهادهای مختلف، بین نهادهای مدنی، جامعه مدنی، رسانه ها و اون چیزی که ما قلمرو عمومی مینامیم که در ایران بسیار تاریک هست. در اون قلمرو عمومی منافع ملی تعریف میشه. منافع ملی هم یک common ground یا یک زمینه مشترک دارن، ولی تعریف های سفت و سخت و خیلی منجمدی ندارن. شما همیشه میتونید راجبش بحث کنید، راجبش به اصطلاح نقد بکنید. بله، اگر شما معتقد باشین که فرض بکنید که باید در وسط شهرها ما کارخونه هایی تولید بکنیم که دود تولید بکنه و فضا رو آلوده بکنه، خب عقل سلیم میگه که این خلاف منفعت عمومی است. یعنی یه عقل سلیمی راجع به منافع عمومی وجود داره، ولی همه مسائل به این وضوح نیستن، همه مسائل به این بداهت نیستن. بسیاری مسائل هستن که شما نیاز دارید به بحث کردن، نیاز دارید به صحبت کردن، نیاز دارید به استدلال کردن، و به همین دلیل هست که قلمرو عمومی اهمیت داره. تو اون قلمرو عمومی هست که دولت میاد با کنگره حرف میزنه، کنگره میاد با احزاب حرف میزنه، احزاب با رسانه ها حرف میزنن، رسانه ها با نهادهای مدنی حرف میزنن، و در مجموع این حرف ها و صحبت ها شهروندان میتونن به یک درک توجیه پذیر و قابل دفاعی از منافع عمومی دست پیدا بکنن. و اختلاف نظر در زمینه منافع عمومی به هیچ وجه به مفهوم خیانت به کشور، دوست نداشتن کشور، وابستگی بیگانه به بیگانه و اینها تعبیر نمیشه. چجوری این عکس افتاد دستش که حالا بخواد اذیتت کنه؟ پارتی بود دیگه، پست کردم تو فیسبوک، پرایوسیشو تنظیم کرده بودم، بعد یکی برداشته عکسا رو سیف کرده دوباره پست کرده. عجب. خب دیگه قضیه همینه، چیزی که رفت تو اینترنت دیگه رفته، باید فکر کنی همه میتونن ببینن. اگه فکر میکنی حرفی یا عکسی بعداً برات مایه آزار میشه، باید از اول اصلاً جایی توی اینترنت نذاریش. وقتی متن یا تصویری را در وب منتشر میکنید، آن را عمومی تلقی کنید. تنظیمات حریم شخصی گنگ هستند و بسیاری اوقات افراد با بی‌دقتی به انتشار بی‌دلیل اطلاعات شخصی دامن میزنند. اگر